اسلام حیدری، این شهروندی ایران تجربه 20 ساله نانپزی دارد. او چند ماه پیش به تاجیکستان آمد و طرز آماده کردن یک نوع معروف نان در کشورش را اینجا راه اندازی کرد. سنگک نان دارد این نان. در نخستین نانوایی ایرانی در دوشنبه در یک روز بیش از 700 چنین نان پخته می شود. تمام این نان ها را آقای حیدری خود هموار و وارد تنور می کند. حرکتی نمی کند. همین روی هم بذارد. این 4 تا لایه را روی هم خوابید. 4 طبق روی هم خوابید. این حدقه یکی دو ما باید کار کنند که همین رو یاد بگیرد. آره. بعد این مرحله یه رو پارو. باید یه نواخ پهن بشه، نان رو بشود. که وقتی میره تو تنور، یه جا خمیر، یه جا سوخته نباشد. ظاهراً این تنور از تنورهای معمولی تاجیکی چندان فرق ندارد از یک نگاه اول، اما داخل آن کلاً دیگر است. داخل این تنور پر از سنگ است و این نان هم روی همون سنگچه ها پخته می شود. به همین خاطر هم نان سنگک نان گرفته است و طوری می بینیم پای همون سنگچه ها در روی نان هم هست و چونی به نظر می رسد که نان گلکاری شده است. اینو ما روی ریگ پرتاب می کنیم. یه خاصیت دیگه این نون داره، چون روی ریگ پهن میشه، داغی ریگ اصلا خودش درماندار. حتی این ثابت کرده که خود همین گرمی ریگ برای درد کمر، برای درد مفاصل کاملا خوبه. در ایران همین ریگ رو میگیرن، میبرن تو خونه، روش مریض رو میخوابونن. برای درد کمر، درد مفاصل هم گرمی ریگ، همین گرمی ریگ برای نون هم تاثیر داره. نان سنگک به قول آقای حیدری برای بیماری های فشار بلندی، قند و آنهایی که پرهیز دارند فایده آور است. خمیر این نان هم مثل نانهای معمولی تاجیکی است و آن از آرد و آب و نمک آماده می شود. یک فرق همین است که خمیر این نان خیلی ملایم است و نمکش هم کمتر. خمیر نان سنگک آماده شد و بعد از 5 دقیقه از این ظرف گرفته به ظرف دیگر گذاشته می شود. نیم ساعت برای رسیدن آن وقت جدا می شود، بعدا نزد تنور می برند. از این خمیر باید تقریبا 80 نان آماده شود. نان خیلی خوشخور و بامزه است و هرچند در شکل کمی به نان چپاتی ما مانند است، ولی طعمش فرق میکند. در نانوای ایرانی نان سنگک با آقای حیدریان 5 جوان تاجیک کمک میرسانند. مولوده حالا از عهده پختن این نان نمیبراید. وظیفه او از تازه کردن نان پخته شده از سنگریزه ها و پیشنهاد آن به خریداران عبارت است. بسیارتر گرمش میگیرند، بعد کنجیدارش میگیرند. برای کنجیدارش هم بامزه، خیلیش هم بامزه، اما کنجیدارش بامزه تره. مثلا خارجی هم هستن، هندو میگیرن، ایرانی ها میگیرن، با بسیار تر تاجیک های خمون ها میگیرن. ارزش نان سنگک با کنجید 4 سومون و بدون اون 3 سومونی است. نان سازه فرقتی با هم برای پارزی مولا چی های فایده نکه های هم برای همه چی فایده میکنه چه من اونه خدمون نانه یا سوسترک کم ترک نمک سوسترک های. نان ایرانی سنگک در حال وارد بازار استعمالی تاجیکستان شده است که در این کشور ده‌ها نوع نان‌های محلی پخته می‌شود. برای قضاوت هنوز بر وقت است که این نان در بازار نان تاجیکستان تا کجا رقابت پذیر خواهد بود. برای آنهایی که هنوز درباره نان سنگک معلوماتی ندارند، کارمندان نانوای هر روز به کوچه‌های اطراف می‌برند و این نان را معرفی می‌کنند.